و من هرگاه که در رومهای پلتاک حاضر میشم، اول نام خودم رو و انجمن پادشاهی ایران رو، نام خودم رو روشنگ رادگو اعلام میکنم و از نقطه نظراتم دفاع میکنم و از نقطه نظرات انجمن پادشاهی ایران و این تاریخ و این ملت. ولی یه نفر میاد اسم خودش رو میذاره مثلا آراز، نمیدونم یاشار، نمیدونم فلان، معلوم نیست که این آقا کی هست. بعد آقا من میگیرم، من جدا میکنم، تو غلط میکنی، تو اگر غیرت داشتی، اگر به قول معروف توان مبارزه داشتی، ول نمی کردی مملکت تو، بیای بری بشینی بازی شلواری تو لوم روم پلتاک و اولدوران بولدوران بکنی به قول فولادوند گرامی، که من نمیدونم فدرالیسم تا سرحد جدایی. یارو اصلا نمیدونه که به قول معروف یه مماس چقدر کره داره، نمیدونه در رابطه کدامین قسمت از این جهان هستی سخن میگه و خصوصیات مملکت ایران و ملت ایران رو نمیشناسه. و فدرالیسم تا سرحد جدایی که رأی بدیم جدا بشیم، زرشک. این رو من البته به عنوان جمله معترضه و پوزش از هموطنان گرامی به چنین کسانی که در واقع بلیت جمهوری اسلامی تو جیب بغلشون هست، یا بلیت علیوف یا هر کس دیگه‌ای، بر من فرقی نمی‌کنه. بگم محکم که توی دهانتون ملت ایران خواهد کوبید. اگر مرد هستید و غیرت دارید، برید پیش علیوف بنشینید و بگید که ما می‌خوایم این قسمت از ایران از دست رفته رو برگردونم به سرزمین خودمون، به ایرانمون. شما غیرت ندارید، شرف هم ندارید، دانش هم ندارید، خرد هم ندارید. دم از تجزیه ایران هر جا که من هستم بزنید، به شرف سوگند که به افتضاح هم کشیدتان. در ارتباط دموکراسی سخن میگن و ای دموکراسی باید نمیدونم اینطوری باشه، نمیدونم دموکراسی رو ما در ایران تجربه کرد و دیدید که ملت ایران همه ریختن تو خیابون خمینی خمینی و میذارن همه به حساب که شاه دیکتاتور بود و نذاشت مردم ایران آگاهی سیاسی پیدا کنن و به جای اینکه مثلا برن سراغ لنین یا استالین یا نمیدونم تروتسکی یا مرزهر مارا دیگه ای، رفتن سراغ خمینی. و این همه تفسیر شاه بود. شاه نذاشت مردم ایران آگاهی سیاسی پیدا کنن. یکی یکی کتاب میخوند میبردش زندان، میبردش ساواک. این میگه که اینا این سرزمین رو نمیشناسن، این میگه که اینا نمیخوان این سرزمین رو بشناسن، این میگه که اینا براشون اصلا این سرزمین مهم نیست، برای که اگر مهم بود بالاخره یه راهی پیدا میکردن و مشکلات این سرزمین رو میتونستن بفهمن و میرفتن دنبال این که چرا شرایط در زمان شاه این گونه بود. من شاه رو به عنوان یک تخمه راستین این سرزمین میپذیرم، احترامی ژرف برای این دو فرزند آریابومی گرفتار دارم. ولی همه کارها به دست شاه نبود، شاه کاری نبود. شاه تمام توانش رو گذاشت که این قانون اساسی ننگین مشروطه به گونه ای لغو اعلام کنه و بی بها اعلام بکنه که تمامی در واقع افتخارات این سرزمین در دوران پادشاهی این دو ابرمرد در واقع بی بها کردن قانون اساسی مشروطه بود. زیرا که این قانون اساسی دیدید که در زمان مشروط، در زمان قاجار به مورد اجرا گذاشته میشد و کاری از پیش که نبرد هیچ، این سرزمین رو هم در واقع حتی باعث این شد که شاهان شوق از خارجه بگیرن و نمیدونم
روحانیونش وصل کشور انگلستان بشن. به هر حال این قانون اساسی به اندازه کافی ننگین هست. و درود من به رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه که این سند ننگین رو در واقع بی‌بها کردند و گذاشتن که ملت ایران یک در واقع گامی به جلو بذاره. اون تخمه نادرست بیگانهی که میاد مینشینه و شاه ایران رو دیکتاتور میخونه، همین توله بیگانه، همین توله ماورای در واقع زیون و جیهون، همین توله ماورای مرزهای خرد و اندیشه انسانی و تازی، اینا فراموش کردند که شاه ایران بود که نیمی از این ملت رو، حقوق سیاسی نیمی از این ملت رو به رسمیت شناخت. برای اولین بار در تاریخ 1400 ساله ایران بانوان ایرانی رو به عنوان یک شخصیت مطرح کرد. تخمه‌های نجس. شاه دیکتاتور نبود. شاه بیش از این نمیتونست انجام بده، زیرا که در یک سرزمین دموکراتیک زندگی میکرد. از تمامی نیروهای در واقع اهورایی استفاده کرد و استفاده کردند این دو فرزند برومند آریابوم تا ارزش‌هایی رو که در این سرزمین موجود بوده دوباره به این سرزمین برگردونن. زنانی مانند آرتیمیس در این سرزمین و کردیه زندگی کردند و مادران شما و خواهران شما که کماندوی زینب و زهرا هستند هم زندگی کردند. کار شاهنشاه و کار رضا شاه بزرگ این بود که شخصیتی دوباره به آرتیمیس باز پس بده و زنان ایرانی رو برگردونه به میدان مبارزه و میدان ارزش‌های انسانی. شاه دیکتاتور نبود، شاهکاری نبود، شاه سیاستمدار بسیار ورزیده بود، ولی کسی رو نداشت. نه ملت رو داشت، نه دولت رو. بدون داشتن دولت و ملت توانست در واقع آبرویی برای این سرزمین دست و پا کنه. ملتی که پایمال شد زیر سوم اسبان بیگانه در طی تاریخ 1400 ساله دوباره به ارزش‌هایی که لیاقتش رو داشت رسوند. خب گفتیم که مشکل اساسی در واقع در رومهای پلتاک اینه که کسی که اونور لاین نشسته نمیبینیش، نمیشناسیش. تازه اگر نامی هم از خودش اعلام بکنه نمیدونی که نام واقعی هست یا نه. یکی اسمشو میذاره نمیدونم عرض شود گفتیم که آراز، یکی نمیدونم یا شا، یکی یازلانار گلر باشا، نمیدونم از این حرفا بود. یکی اسمش نمیدونم نیمکت، یکی اسمش تامکت، یکی اسمش نمیدونم من این ارمنستان، یکی من این گرجستان. اینه که این شخصیت ها شخصیت های واقعی نیستند و هرچه هم که از دهانشون در میاد بدون مسئولیت رها میکنن و نمیدونی که به قول معروف یا آخوند نشسته اون بر، مأمور کاگبه است نشسته اون طرف، مأمور به قول معروف چی میگن موساد اونجا نشسته و هرچه که به قول معروف به زبانشون میاد و هرچه برنامهشون هست بگن. هموطنان گرامی زیاد بار ندید به پلتاک، مگر اینکه شخصیتی باشه که شما میشناسید و تازه اگر شخصی حقیقی و حقوقی نظر خودش رو بگه، این بدان معنی نیست که این نظریات حتماً به وقوع خواهد پیوست و نظری بر طبق دانش این شخص و خرد این شخص. به هر حال میخوام توجه هموطنان گرامی رو به این مسائل جلب بکنم که زیاد
گیر رومهای پلتاک ندید و جدی نگیرید. کسانی که از این قبیل سخن میگن و میخوان که در واقع دلهوره در دل ملت ایران بیاندازند یا صد راه مبارزه ملت ایران بشن.